فصل سوم، استاندارد جهانی خوبی یا نیکویی. هر سخن خدا پیراسته است. امثال 30:5. ما با ارتقای دانشی محکم از کلام راستی به بهترین شکل می توانیم جلوی اشتباه را بگیریم. متیو هنری. در این کتاب به سه جنبه از مفهوم خوب یا نیکو خواهیم پرداخت. اولین جنبه به بحث رابطه ما با خدا می پردازد. جنبه دوم در ارتباط با شخصیت و رفتار ماست و مورد سوم نقشه ها و استراتژی های ما را پوشش می دهد. این سه مورد ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، چنان که مورد اول همچون زیربنای زندگی ماست. مورد دوم چیزی است که زندگی ما را به دیگران وصل و متصل می سازد و مورد سوم نمایانگر ساختمانی است که در آن زندگی می کنیم. اگر دوتای اول محکم و نیرومند باشند، تلاش های ما به حد اکثر بازدهی رسیده و ثمراتش دائمی می شود. اما اگر هر کدام ناقص و معیوب باشد، کار و زندگی ما نیز همواره با موانع و سختی ها بوده و ثمرش کوتاه می شود. ساختن نخستین خانه من را به یاد می آورم. انگار همین دیروز بود. کل فرایند ساخت از ابتدا تا انتها ما را مجذوب خود ساخته بود. به محض شروع ساخت و ساز هر روز به محل پروژه می رفتیم تا روند پیشرفت را بررسی کنیم. دیدن فونداسیون و پی ساختمان چندان جذاب نبود و چنگی به دل نمی زد. برای همین کمترین وقت را برای دیدنش صرف کردیم. اما در همان زمان برخی از دوستان ما در حال ساختن خانه‌هایی به مراتب زیباتر از خانه ما بودند. چند سال بعد از اسباب کشی در دیوارهای آنها شکاف‌های عمیقی از کف تا سقف پدید آمده بود. یک شب برای شام آنجا بودیم. مشکلات ساختمانی توجه ما را جلب کرد. وقتی علت را از آنها جویا شدیم، با تلخی و ناراحتی عنوان کردند که خانه مشکل پیریزی دارد. معمار آنها ضوابط را نادیده گرفته و تلاش آنها برای جریمه او به ضررشان تمام شده بود. آنها برای رفع مشکل مجبور به پرداخت هزینه بسیار زیادتری شده و این کار فرایند کار را طولانی تر کرده بود. تجربه آنها برای من اهمیت یک پیریزی و زیربنای خوب را روشن کرد. هرچند از نظر ظاهری پیریزی ساختمان جذاب ترین بخش کار خانه‌سازی ما نبود، اما برای ساختمانی که می‌خواست با دوام باشد اساسی ترین بخش بود. به محض آنکه پی ساختمان ما ریخته شد، اسکلت بندی بخش بعدی کار بود. این مرحله ساخت برای ما جذاب تر بود و ما دفعات بیشتری برای بازدید می رفتیم، چون حالا می توانستیم در داخل خانه قدم بزنیم و با هیجان شکل گرفتن اتاقها را نظاره کنیم. این مرحله به ما تصویری واقعی تر از آنچه که قرار بود خانه تمام شده ما به آن شبیه باشد به ما ارائه می داد. مرحله نهایی به معنای واقعی هیجان انگیز بود و ما نسبت به مراحل قبلی وقت بیشتری را صرف تماشای خانه مان می کردیم. به محض تمام شدن اسکلت بندی و دیوارچینی، ما شاهد روند تمیز کردن، زینت بخشیدن، نصب کابینت ها، کف سازی، نور و روشنایی بودیم. این نخستین خانه ما بود و ما می توانستیم به هر شکلی که آرزو داشتیم آن را تزیین و دکور کنیم. هر روز برای من مانند روز کریسمس بود و همه دور هم جمع می شدیم. نکته‌ای که در اینجا قصد دارم خاطر نشان کنم این است که اگر دو مرحله اول ساخت و ساز، یعنی پیریزی و اسکلت بندی، به شکل درست و دقیقی انجام نمی شد، باقی مراحل دیر یا زود به رنج و عذاب تبدیل می شد، درست همان گونه که دوستان من را گرفتار ساخت. به همین منوال نیز جنبه آخر پیغام این کتاب که درباره برنامه‌ها و استراتژی‌های زندگی است، دلپذیرترین و خوشایندترین مبحث این پیغام خواهد بود. این مبحث به تصمیماتی که در شغل، خدمت و مسیر زندگیمان می‌گیریم می‌پردازد. گزینه‌هایی در این بخش‌ها وجود دارند که گاه به نظر خوب می‌رسند، اما اغلب منطبق با بهترینی که خدا برای ما می‌خواهد نیستند. اگر آنها را برگزینیم، آن وقت این مسیرها ما را از رسیدن به حداکثر ظرفیت، استعداد و پتانسیل ما باز می‌دارند. این یک حقیقت تغییر ناپذیر است. او هیچ چیز نیکو را دریغ نمی‌دارد از آنان که در راستی گام برمی‌دارند.
مزمور 84:11 او برای من و شما نیکویی را می‌خواهد و نیکویی او همیشه عالی است. ما بعداً در این رابطه بحث خواهیم کرد، اما در این کتاب درست همانند معماران باید با دقت متمرکز مراحل اول ساخت و ساز، یعنی پیریزی و اسکلت بندی باشیم. تعریف خوب. بیایید به واژه خوب یا نیکو نگاهی بیاندازیم. واژه عبری بکار رفته برای خوب توب می باشد. یکی از فرهنگ‌های لغت این واژه را چنین معنا می کند: شاد بودن، پذیرفتنی، به خوبی انجام دادن و درست. دایره المعارف واژگان کتاب مقدس نگاهی عمیق‌تر به این واژه می اندازد و آن را چنین تعریف می کند: این واژه ساده در کلی ترین شکل خود به معنای خوب می باشد. این شامل زیبایی، جذابیت، مورد استفاده بودن، سودمند بودن، دلپذیر بودن و درستی اخلاقی است. مفهومی که در تمامی این معانی مورد استفاده برای نیکو یا خوب وجود دارد، مفهوم سنجش و ارزیابی است. برای تعریف خوب باید کیفیت‌ها و عمل یک چیز را با چیز دیگری قیاس نمود. گزارش خلقت واژه توب را از منظر کتاب مقدسی معرفی می کند، جایی که خدا هر روز کار خلقت را نظاره کرده و اعلام می کند که نیکوست. خدا نیز در حال سنجش و ارزیابی است، در واقع به این دلیل که خدا صورت و شباهت خود را با انسان سهیم ساخته بود، بشر نیز از ظرفیت و استعداد قضاوت ارزشی برخوردار بود، اما گناه قوه ادراک انسان را تخریب نموده و به همین دلیل اکنون تنها خدا می تواند به شکلی کامل ارزیابی نماید. نویسندگان عهد عتیق متقاعد شده بودند که نه تنها خدا بخشنده و معمار نیکویی است، بلکه او تنها کسی است که می‌داند چه چیزی به راستی به نفع ماست و چه چیزی از منظر اخلاقی درست است. تنها به این دلیل که خدا ارزیابی خود را از نیکویی و خوبی در کلامش با ما سهیم ساخته، کسانی که به او اعتماد می کنند قادرند با قطعیت بگویند که چه چیزی، چه کیفیت هایی و چه اعمالی سودمند می باشند. در اینجا واژه کلیدی ارزیابی است. آدم و حوا تصمیم گرفتند خوب و پذیرفتنی را جدا از مشورت خدا مورد ارزیابی قرار دهند. آنها بر اساس استاندارد متفاوتی، یعنی استاندارد خودشان، ارزیابی خود را انجام دادند. این نگرش ریشه دشمنی انسان با خالقش است. این دشمنی اشکال متفاوتی دارد، اما همه آنها همواره تحت یک انگیزه خلاصه می شوند: من می دانم چه چیزی برای زندگیم درست است و نیازی ندارم کسی چیز دیگری به من بگوید. اما خداوند میگوید پیش روی هر کسی راهی است که در نظرش درست می نماید، اما عاقبت به مرگ می انجامد. امثال 16:25. من در فصل اول کتاب این کلمات را عیناً نقد کردم، اما در آنجا به امثال 14:12 ارجاع دادم. اتفاقی نیست که این گفته عیناً تکرار شده. هر بار که گفته‌ای در کتاب مقدس تکرار می‌شود، جنبه تأکیدی دارد. همواره باید به خاطر داشته باشیم که برخی از احکام در نظر خداوند جدی‌تر و مهمتر از ما بقی هستند. به عنوان نمونه متا 23:23 را بخوانید. وقتی گفته‌ای تکرار می‌شود، لازم است نگاهی دقیق‌تر به آن بیاندازیم. جمله‌ای که در امثال آمده یک هشدار جدی و محکم است. خداوند به خوبی می داند که فاصله بین نیک و بد از مو باریکتر است و به سادگی ممکن است تحریف شود. اگر این اتفاق در باغ عدن افتاد، در دوران ما نیز با سهولت بیشتری رخ می دهد. خدا هشدار می دهد که راه ها، الگوهای رفتاری، اصول فکری، باورها، عادتها و رسوم و سنت هایی وجود دارد که بر اساس ارزیابی ما معقول هستند، اما در آخر موجب عیب و نقص در ساختمان زندگی ما شده و به زیان و آسیب می انجامند. ممکن است ماها و حتی سالها زمان ببرد تا نتایج آنها پدیدار شود، یا حتی بعضی اوقات تا روز داوری دیده نشود.
بولس می گوید گناهان برخی آشکار است و پیشا پیش آنها به کام داوری می شتابد، اما گناهان برخی دیگر از پی آنها می آید. اول تیموتائوس 5:24. در مورد شما نمی دانم، اما بخش دوم آیه مرا به وحشت می اندازد. نه آنکه موجب وحشت من از خدا شود، بلکه می ترسم مبادا از او جدا بیفتم. خلاصه کلام این که آیا من باور دارم حکمت خدا کامل است و من می توانم در آنچه که برای زندگی من بهترین است کاملا به او اعتماد کنم؟ هر کسی باید به این پرسش در قلب خود پاسخی قاطع بدهد. لازم به ذکر است که اصول این اعتقاد از موضوعی به موضوع دیگر تغییر نمی کند. یا ما قبول داریم حکمت خدا در همه شرایط و مسائل کامل است، یا فکر می‌کنیم ایراد دارد و ناقص است و ما مستقل از خدا بهتر می‌توانیم برای زندگی و شرایطمان تصمیم بگیریم. استانداردی که ما برای نیکویی می‌توانیم بر آن تکیه کنیم چیست؟ چه چیزی ما را به راه حیات هدایت می‌کند؟ پولس رسول به ما می‌گوید تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. دوم تیموتائوس 3:16. اجازه دهید برخی از عناصر کلیدی در گفته پولس را بررسی نماییم. تمام کتب، نه بعضی از کتب، نه آن که کتابی که ما از آن خوشمان می آید یا با آن موافقیم، نه آن بخش از کتاب مقدس که با روش‌های فکری و باورهای ما همسوست. او می گوید همه کتاب مقدس. با خودتان صادق باشید. آیا در بعضی قسمت‌ها حکمت خدا را درست و کامل می بینید و در بخش‌ها موضوعات دیگر از مد افتاده و بی ارتباط؟ حوا می دانست خدا خالق است و از فراوانی نیکویی و شگفتی حضورش لذت می برد. به اون محیطی زیبا در صلح و هماهنگی و سلامتی و غذاهای خوشتم از انبوه درختان میوه بخشیده شده بود. اما به محض آنکه متقاعد شد حکمت خدا در یک قسمت درست نیست، به طریق مرگ سقوط کرد. اگر حوا در چنان محیط بی نقصی لغزش خورد، چه چیزی ما را در این دنیای سقوط کرده حفظ می کند؟ هیچ چیز مگر کتاب مقدس. کتاب مقدس برای تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. بعضی چیزها ممکن است به نظر خوب برسند، اما در واقع برخلاف ظاهرشان بد هستند. عقاید، فرضیه‌ها، دیدگاه‌ها، کیفیات، الگوهای فکری و استدلال‌های وجود دارند که به نظر خوب می‌رسند، اما اینطور نیستند. به خاطر چنین خطرات پنهانی خدا به ما دفترچه راهنمای زندگی داده تا نادانسته از حقیقت بر نگشته و به راه مرگ کشیده نشویم. این دفترچه راهنمای زندگی کتاب مقدس است. من و شما باید از خودمان بپرسیم و صادقانه پاسخ دهیم که آیا پیوسته کتاب مقدس را می‌خوانیم؟ آیا آن را مطالعه می‌کنیم؟ آیا زمان می‌دهیم و به دنبال حکمت الهی برای زندگیمان هستیم؟ یا درست شبیه حوا فکر می‌کنیم کلام او را از حفظ می‌دانیم؟ آیا ما در حالی که در سیاره‌ای تباه شده و در بوهبوهه جنگ وسوسه‌ها زندگی می‌کنیم، بهتر از حوا قادر به درک حقیقت و ادامه دادن در مسیر درست هستیم؟ همه ی کتاب مقدس الهام خداست. هیچ استثناء یا ماده و تفسری در این گفته وجود ندارد. یا همه یا هیچ کدام. اگر هیچ کدام از کتب مقدس الهام خدا نیستند، پس ما دفترچه راهنمای ناقصی داریم. قطعیت کتاب مقدس. بیایید بعضی از جزئیات مربوط به کتاب مقدس را مرور کنیم. کتاب مقدس شامل 66 کتاب است که به زبانهای مختلف در یک دوره زمانی تقریباً 1500 ساله توسط بیش از 40 نویسنده از سه قاره مختلف آفریقا، آسیا و اروپا نوشته شده.
این نویسندگان دارای پیشینه، شغل و دیدگاه‌های متفاوتی هستند. آنها ماهیگیر، چوپان، مردان نظامی، پادشاهان، ساقی پادشاه، پزشک، باجگیر، خیمه‌دوز و نظایر آن بودند. برخی از آنها نوشته‌هایشان را در زندان به رشته تحریر درآوردند و برخی دیگر آن را در قصرهایشان نوشتند. هرچند نوشته این مردان سرفصل‌های متفاوتی دارد، اما در تمام این کتاب‌ها یک پارچگی به چشم می‌خورد که قطعاً تصادفی نیست. موضوع اصلی و محوری همه آنها گناه دردسرساز نوع بشر، جدایی از خالق، در نتیجه این گناه ناتوانی انسان در برقراری مجدد این رابطه و راه حل الهی به عنوان ماشیح یعنی عیسی مسیح است. این موضوع از پیدایش تا مکاشفه پیوسته در بافت کتاب مقدس شنیده و دیده شده است. این حقیقت که نویسندگان کتاب مقدس دور هم جمع نشدند، ضرورتاً هم نمی توانستند که جمع شوند و نوشتن کتاب را برنامه ریزی نکردند، به راستی شگفت‌آور و تأمل برانگیز است. هیچ کمیته یا فردی مسئول سرکشی جهت فرایند نگارش نبود. خدا شخصاً این کار را بر عهده داشت. از آنجایی که کتب مقدس در یک بازده زمانی طولانی به رشته تحریر در آمدند، اکثر نویسندگان یکدیگر را نمی شناختند و در منطقه یکسان زندگی نمی کردند. کتاب ها در طول یک دوره 1500 ساله بعد از نوشته شدن به کتاب های موجود دیگر اضافه شده است. لحظه ای درنگ کرده و به 1500 سال پیش از حالا فکر کنید، بسیار قبل تر از آن است که امپراتوری بریتانیا شکل گرفته باشد. واقعا گیج کننده است. حال ما به عنوان نسل های بعد به طور جدی فکر می کنیم کتاب مقدسی که می خوانیم به عنوان کتاب واحدی است که به وسیله مردانی که تصویری روشن و واضح از ساختار کلی آن نداشتند نگاشته شده است. نقش فردی آنها را می توان با نقش افراد مختلفی همسان دانست که از نسلها و فرهنگهای مختلف فصول یک رمان ابدی را نگاشته باشند، بدون آنکه هیچ کدام طرحی کلی یا حتی خط داستانی مشخصی برای نگارش داشته باشند. یک پارچگی شگفت‌انگیز این کتاب خاصگاه الهی آن را اثبات می کند. هر بخش از کتاب مقدس درست به سان یک سمفونی در یک هارمونی سراسری که توسط خداوند واحد ارکستراسیون شده مشارکت دارد. این موضوع به خودی خود گواهی محکم برای اثبات الهام الهی کتاب مقدس است. اما اجازه دهید قدمی فراتر نهاده و به بحث درباره صحت و دقت این نویسندگان مختلف بپردازیم. نبوت‌هایی که آمدن مسیح یا مشیح موعود را پیش‌بینی می‌کردند در جای کتاب‌های عهد عتیق بالغ بر چند صد سال و در بعضی بخش‌ها بیش از هزاران سال پیش از تولد عیسی نوشته شدند. بیشتر محققان کتاب مقدس توافق دارند که بالغ بر 300 نبوت در این رابطه در عهد عتیق آمده است. به محض آنکه عیسی مسیح به این جهان آمد، خطاب به پدرش گفت: اینک من خود می آیم تا اراده تو را ای خدا به جای آورم، در تومار کتاب دربارم نوشته شده است. عبرانیان 10:7 و خطاب به مردم نیز فرمود: همین کتاب ها بر من شهادت می دهند. یوحنا 5:39. و انجام رساندن تمام این نبوت‌های مکتوب توسط عیسی گواهی محکم بر الهام الهی کتاب مقدس است. تکذیب و جواب معمول بر ضد این نتیجه گیری این است که شما می توانید نمونه ها و شخصیت های تاریخی دیگری هم پیدا کنید که با نبوت‌های موجود درباره ماشیح تطابق دارند. بله، این صحت دارد. قطعاً موارد و اشخاص خاصی ممکن است تحقق یک یا دو یا حداکثر چند نبوت محسوب شوند، اما یافتن کسی که تمام نبوت‌ها را تحقق بخشیده باشد عملاً محال است. اجازه دهید کمی تصویرسازی کنم. چند صفحه آینده بیشتر تکنیکی و عملی است، اما مطمئن باشید که این اطلاعات مهم و تأمل برانگیزند.
صحت کتاب مقدس. در اواسط قرن بیستم، یک پروفسور علوم به نام پیتر استونر کتابی منتشر کرد به نام علم سخن میگوید. او در این کتاب به بحث درباره نبوت‌های مربوط به ماشیه در پرتوب علم احتمالات پرداخت. بر اساس یافته‌های او، پروفسور هارولد هالتزل در دیباچه کتاب علم سخن میگوید چنان نوشت: دستنویس کتاب علم سخن میگوید به دقت توسط کمیته‌ای از اعضای انجمن علوم آمریکا و انجمن اجرایی از همان گروه مورد بررسی قرار گرفته و در کل به این نتیجه رسیدند که موضوعات علمی ارائه شده در این کتاب معتبر و صحیح می باشند. بررسی های آماری و ریاضی پیوست در این کتاب بر اساس اصول علم احتمالات انجام شده و کاملا دقیق بوده و پروفسور استونر این اصول را به شکلی شایسته و قانع کننده به کار برده است. استونر این مطالعات را به تنهایی انجام نداد، بلکه در انجام آن از نتایج مطالعات 600 دانشجوی علوم از 12 کلاس متفاوت بهره گرفت. او به دقت یافته‌های آنان را بررسی کرده و سپس بخش‌های مختلف را اصلاح می‌کرد تا داده‌های آنها را با درصد خطای بالاتری در نظر بگیرد و به نتایج محافظه‌کارانه‌تر برسد. تخمین اولیه آنها مبتنی بر 8 نبوت درباره عیسی بود. 1. مسیح باید در بیت لحم متولد می‌شد. 2. یک پیام‌آور باید مقدم بر مسیح باشد. 3. مسیح باید بر کره الاغی وارد اورشلیم میشد. 4. مسیح باید توسط یک دوست تسلیم میشد. 5. مسیح باید به 30 سکه نقره فروخته میشد. 6. آن 30 پاره نقره جهت فروختن مسیح باید نزد کوزه‌گر در خانه خداوند انداخته میشد. 7. مسیح باید در برابر مدعیان و تهمت زنندگان خود ساکت میماند. 8. مسیح می بایست به عنوان یک دزد بر صلیب اعدام می شد. پیش از آن که ادامه دهیم، اجازه دهید تصویری از علم احتمالات به شما بدهم. تصور کنید که ما 9 توپ زرد تنیس و 1 توپ سفید تنیس را برداشته داخل یک ظرف 5 لیتری می گذاریم. سپس مردی که چشمانش را بسته ایم می آوریم و از اون می خواهیم تا یک توپ از داخل ظرف بردارد. احتمال اینکه او توپ سفید را بیرون بیاورد 1 به 10 است. این یک محاسبه آماری ساده است. پیتر استونر نیز بر اساس همین روند در ارتباط با 8 نبوت فهرست شده در بالا می نویسد: ما دریافتیم که احتمال آن که انسانی در کل تاریخ بشر زیسته باشد و هر 8 نبوت در موردش تحقق یابد 1 به 10 به توان 16 است. این آمار گیج کننده است و درک آن برای کسی که دانشمند یا ریاضیدان نباشد بسیار دشوار است. استونر با مثالی هوشمندانه آن را توضیح می دهد. فرض کنید که ما صاحب 10 به توان 16 سکره نقره باشیم. در این صورت با مشکلی روبرو خواهیم شد. چطور؟ آنها را انبار کنیم. هیچ انبار یا ساختمانی در دنیا به اندازه کافی بزرگ نیست که این مقدار را در خود جای دهد. حجم انبوه این سکه ها به قدری است که می تواند کل ایالت تکساس را به ضخامت 60 سانتی متر بپوشاند. این مقدار سکه بسیار زیاد است. تصور کنید که ما همه این سکه ها را داریم. حال یکی از این سکه ها را علامت گذاری می کنیم. سپس همه سکه ها را مجدداً جابجا می کنیم و از نو آنها را در سراسر ایالت تکساس می چینیم. حال مردی که چشمانش را بسته ایم سوار هلیکوپتر می کنیم و او را بر فراز ایالت می چرخانیم و منتظر می مانیم تا او دستور فرود بدهد. به محض آنکه روی زمین نشستیم، او می تواند از هلیکوپتر خارج شود. احتمال اینکه او سکه علامت گذاری شده را در سر تا سر ایالت تکساس بردارد برابر با احتمال کسی است که از زمان انبیا تا عصر امروز هر 8 نبوت در موردش تحقق یافته باشد. استونر می نویسد: این بدین معناست که تحقق این 8 نبوت به تنهایی کافی است تا الهام خدا در نگارش این نبوت ها را اثبات نماید.
نبوت‌هایی که با قطعیت در مورد کسی صحبت می‌کند که شانس تحقق آن نبوت‌ها در موردش 1 به 10 به توان 16 بوده است. درک این احتمال بسیار سخت و گیج کننده است. با این وجود استونر به همین 8 نبوت اکتفا نمی‌کند. او 8 پیشگویی دیگر از نبوت‌های عهد عتیق در ارتباط با زندگی عیسی را گلچین کرده و به مجموعه قبلی اضافه می‌کند. یعنی جمعاً 16 نبوت. او می‌نویسد: احتمال اینکه فردی هر 16 پیشگویی در موردش صدق کند 1 به 10 به توان 45 است. این دیگر چه عددی است؟ این یعنی 1 با 45 صفر جلویش. استونر این احتمال را نیز تفسیر می کند و من به شیوه خودم آن را برایتان توضیح می دهم. اگر قرار بود این تعداد سکه نقره را داشته باشیم، زمین برای انبار کردن آن بسیار کوچک بود. ما برای این کار مجبور بودیم آن را داخل یک گوی بزرگ بریزیم. قطر این کره یا گوی بزرگ می بایست 60 برابر بزرگتر از فاصله زمین از خورشید باشد که حدود 9 میلیون کیلومتر است. بگذارید کمکتان کنم تا بزرگی و عظمت این کره توخالی را درک کنید. من برای تعلیم کلام خدا سفرهای زیادی به کشورهای مختلف داشتم. ما امروزه در کمال شگفتی می توانیم بدون توقف از این سوی کره خاکی به سوی دیگر آن کمتر از 24 ساعت پرواز کنیم. رسولان احتمالاً عاشق عصر ما می شدند. با این وجود اگر بخوایم با یک هواپیمای جت دور تا دور کره مملو و سکه‌های نقره‌مان پرواز کنیم، قادر نخواهیم بود، زیرا هیچ انسانی تا کنون این مدت عمر نکرده است. در واقع بیش از 400 سال طول می‌کشد تا از این سوی کره سکه‌های نقره به آن سوی آن پرواز کنیم. اگر قرار بود سفرمان را از روزی شروع کنیم که اولین زائران در سال 1625 میلادی در پلیموس ایالت ماساچوست به خشکی آمدند، در این صورت هنوز هم سفرمان به دور این کره بزرگ به پایان نرسیده بود. همچنین باید این را در نظر بگیریم که این مثال شبیه مثال قبلی نیست که سکه های نقره به ضخامت 60 سانتیمتر سطح ایالت تکساس را پر می کردند. در اینجا تمام این کره از سکه های نقره درست شده. تصور کنید که یکی از این سکه ها را علامت گذاری می کنیم و ضمن تکان دادن کل سکه ها آنها را داخل این کره عظیم می ریزیم. سپس از مردی که چشمانش بسته است می خواهیم یکی از این سکه ها را بردارد. آیا توقع دارید که او سکه علامت گذاری شده را بردارد؟ حال می توانید احتمال اینکه کسی دقیقاً هر 16 نبوت نوشته شده در چند صد سال قبل از عیسی در موردش تحقق یابد را درک نمایید؟ اما استونر غافلگیری بیشتری برای من دارد. او باز هم به 16 نبوت اکتفا نمی کند و مجموعاً 48 نبوت را برمی گزیند. این بار دیگر فراتر از درک ماست. اما باز سعی خواهیم کرد تا حد امکان آنچه را که نوشته شده قابل فهم سازیم. برای اینکه این فرضیه را به فراسوی درک بشری گسترش دهیم، اجازه دهید 48 نبوت را در نظر بگیریم. درست مانند احتمال در نظر گرفته شده برای کسی که هر 8 نبوت در موردش تحقق یابد، این بار حتی درصد خطای بیشتری در محاسبات لحاظ کردیم. با بهره گرفتن از همان اصول آماری دریافتیم که احتمال آن که یک انسان هر 48 نبوت در موردش صدق کند 1 به 10 به توان 157 خواهد بود. این یعنی 1 و 157 صفر جلویش. اگر قرار باشد این عدد را بنویسیم، باید فضای زیادی از این صفحات را بدان اختصاص دهیم. استونر برای درک این عدد بار دیگر با استفاده از مثالی به یاری ما نیاید. این بار به جای سکه های نقره که زیادی بزرگند، از چیزی به مراتب کوچکتر بهره می گیریم. الکترون. الکترون تقریبا کوچکترین چیزی است که می شناسیم. الکترون ها انقدر کوچک هستند که اگر آنها را در خط 1 اینچی کنار هم بچینیم، شمارش تمام آنها با سرعت 250 عدد در دقیقه بیش از 19 میلیون سال طول می کشد. آنها واقعا باریک هستند. فراموش نکنید که این فقط 1 خط 1 ردیفه به طول 1 اینچ است. قصد ندارم شما را با زمانی که برای شمارش الکترون ها در 1 اینچ مربع
و یا از آن هم پیچیده تر در یک این چه مکعب لازم است گیج و آشفته کنم. این زمان به طرز غیر قابل باوری طولانی است. حال با در نظر گرفتن این موضوع بیایید از خود بپرسیم گویا کره‌ای که بتواند 10^157 الکترون را در خود جای دهد بزرگیش چقدر است؟ به طور ساده میتوان گفت که قطر این کره باید بزرگتر از فاصله ما با دورترین نقطه‌ای که بشر تا به حال در فضا رصد کرده باشد، یعنی چیزی بیش از 13 میلیون سال نوری. یک سال نوری مسافتی است که نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه در طول یک سال طی می کند. اگر ما توپی با قطر 13 میلیون سال نوری داشته باشیم، باز هم نمی توانیم همه 10^157 الکترون را در آن جای دهیم. در واقع هنوز خیلی با آن فاصله داریم. احتمال اینکه یک مرد با چشمان بسته در داخل این کره الکترون درست را بردارد به همان اندازه است که شخصی در تاریخ بشر بتواند هر 48 نبوت را که درباره عیسی که توسط نویسندگان مختلف عهد عتیق نوشته شده است تحقق بخشد. آیا شما هم مانند من علاقمندید که این بحث را در مورد بیش از 300 نبوت نوشته شده ادامه دهیم؟ احتمالاً با خود میگویید لطفاً نه. امیدوارم نظرتان همین باشد، چون عملاً تصویرسازی آن به شکلی که ذهن محدود و متناهی ما قادر به درکش باشد محال است. پس بگذارید موضوع را خلاصه کنم. در کتاب مقدس بیش از 300 نبوت به زبانهای مختلف در کشورهای مختلف در طول چند صد سال نوشته شده که همه آنها در مورد یک شخص تحقق یافته. چطور کسی میتواند این حقیقت را که خدا خودش نویسنده کتاب مقدس است انکار نماید؟ آیا این کلمات از دهان خود او معنای غیر از آنچه که نوشته شده دارد؟ هر سخن خدا پیراسته است. امثال 35. او کسی است که میفرماید من بر کلام خیش دیدبانی میکنم تا آن را به انجام رسانم. ارمیا 1:12. و به همین دلیل حتی یک کلمه از تمامی وعده های نیکوی او بر زمین نیفتاده است. اول پادشاهان 8:56. کلام خدا قابل اطمینان تر از خورشیدی است که هر صبح طلوع می کند. به همین دلیل خداوند عیسی می فرماید آسمان و زمین زایل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت. متی 24:35. خالقمان دست نویس این کار ناپذیر خود را برای من به ارمغان گذاشته تا بدانیم که او خداست و ارادهش در کتاب مقدس مکشوف شده است. بیایید بار دیگر گفته های پولس را در دوم تیموتائوس 3:16-17 بخوانیم. همه کتب مقدس الهام خداست تا مرد خدا برای هر کار نیکو تجهیز گردد. این کلمات اصلا پیچیده نیستند، بلکه در حقیقت کاملا ساده‌اند. کتاب مقدس کلام خداست و ما می توانیم به آن همچون استانداردی جهانی برای ارزیابی و تعیین آنچه که حقیقتا نیکوست اتکا کنیم. اگر فکر می کنید حکمت خودتان، دوستتان، یک متخصص یا جامعه سودمندتر از حکمت خداست، لطفاً در این مورد تجدید نظر کنید، زیرا کتاب مقدس می فرماید خدا از آسمان بر بنی آدم می نگرد تا ببیند آیا کسی هست که عاقلانه رفتار کند و خدا را بجوید. همه گمراه گشتند و با هم فاسد شدند، نیکوکاری نیست حتی یکی. مزمور 53:2-3. همانطور که در این فصل دیدیم خدا شواهدی غیر قابل انکار در تایید اعتبار کلامش در دسترس ما قرار داده است. مزمور نویس در این آیات بر این حقیقت تاکید می کند که هر حکمتی تا چه اندازه در تضاد با کلام خداست. حتی اگر به ظاهر خوب هم برسد، در واقع فاسد شده و به ضرر ماست. بیایید پیرامون واژگانی که پولس به تیموتائوس نوشته اندکی تفکر کنیم.
اما تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آورده ای پایدار باش، چرا که می دانی آنها را از چه کسان فرا گرفته ای و چگونه از کودکی کتب مقدس را دانسته ای که می تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسیح عیسی است. تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. دوم تیموتائوس 3:14-17. ما باید نسبت به آنچه تعلیم گرفته ایم وفادار بمانیم. پولس به عقاید، روانشناسی، جامعه شناسی و دیگر علوم و حکمت‌های انسانی که به وسیله سیستم این دنیا تدبیر شده اشاره نمی‌کند. او از کتاب مقدس صحبت می‌کند. پولس رسول پسر روحانی خود را برمی‌انگیزد که به حکمت کتاب مقدس وفادار بماند. او بر اهمیت حفظ آنها در جایگاه نخست قلبش تأکید می کند. اگر آدم و حوا همین کار را می کردند، دنیای ما کاملا متفاوت می شد. بیایید فرض کنیم شما سفری در پیش دارید که ضرورت آن پیاده روی و عبور از یک میدان بزرگ مین است. در این زمین نه فقط مین‌های انفجاری کار گذاشتند، بلکه پر از گودال‌های عمیق و تله‌های مرگبار، گیاهان سمی و باطلاق است. پیش از شروع سفر به شما نقشه‌ای می‌دهند که موقعیت دقیق میدان‌های مین و باطلاق‌ها و راهنمایی برای اجتناب از تله‌ها، گودال‌ها و گیاهان سمی است. چطور با این نقشه برخورد می‌کنید؟ آیا آن را کنار شکلات و بطری آبتان داخل کوله پشتی می چپانید و با وجود آنکه با این همه چالش در طول سفرتان روبرو هستید از خواندن آن غافل می شوید؟ آیا فقط مواقعی که فرصتی پیش آید از نقشه راهنما استفاده می کنید؟ آیا همینطوری سرسری آن را می خوانید؟ آیا یک نگاه کلی از ابتدا تا انتها می اندازید، سپس آن را جمع می کنید و اطمینان دارید که تمام اطلاعات آن را به خاطر سپرده اید؟ آیا هیچ کدام از این عمل کردها معرف رفتار شما هستند؟ اگر چنین است، احتمالاً این مزرعه را با جراحاتی جدی یا درون تابوت ترک خواهید کرد. اجازه دهید بدیهیات را برایتان شرح دهم. یک فرد دانا با دقت نقشه را می خواند، آن را بررسی و مطالعه می کند، اطلاعات آن را می سنجد و بر آن تعمق می کند و دست آخر آن را به شکلی بسته بندی کرده و در جایی می گذارد که به سادگی به آن دسترسی داشته باشد. او بارها و بارها به این نقشه در طول سفرش رجوع می کند و با احتیاط مسیرش را منطبق با آنچه آموخته انتخاب می کند. شما هم اگر با چنین سفری مواجه شوید، آیا کاری غیر از این می کنید؟ حقیقت این است که ما هر روز با چنین سفری مواجهیم و نقشه راهنمای ما کتاب مقدس است. با در نظر داشتن این حقیقت به مشورت‌های خداوند در کتاب مقدس گوش دهید. من تعدادی از آیات را فهرست کردم. لطفاً آنها را سرسری نخوانید، بلکه با دقت و هوشیاری هر واژه را بخوانید. این آیات هم برای تشویق و هم به منظور هشدار در چگونگی بکارگیری نقشه راهنمای سفرمان، یعنی کتاب مقدس، در مسیر گذر از میدانهای مین مرگبار دنیا می باشند. هنگام خواندن به عبارت مراقب باشید و به بدقت توجه کنید. پس مراقب باشید تا بر طبق آنچه یهوه خدایتان به شما امر فرموده است عمل نمایید و به راست یا چپ منحرف مشوید. تثنیه 5:23. در اینجا نمیگوید که باید از برخی از فرمانهای خدا اطاعت کنیم، بلکه صحبت از عمل نمودن به تمامی فرموده های اوست. ما باید همه جزئیات فرامین او را رعایت کرده و از آنها پیروی نماییم. او عمیقاً ما را دوست دارد و نمی‌خواهد در طی این سفر
کشته شده یا جراحتی مرگبار برداریم. پس بشنو و آنها را به دقت انجام ده تا سعادتمند باشی و بسیار افسون گردی. تثنیه 6:3. وقتی میشنویم و به دقت اطاعت میکنیم، آن وقت همه چیز برایمان به خوبی پیش میرود. خداوند خودش این وعده را تضمین میکند. ما همین فرمان را در تثنیه 8:1-12:28 و 28:31 میبینیم. اگر آنها را بررسی کنید، در خواهید یافت که اگر فرامین خدا را رعایت کنیم، از یک زندگی وافر لذت برده و تلاش های من پر ثمر بوده و همیشه در بالاترین جایگاه اجتماعی قرار میگیریم. آیا به اهمیت مطالعه دقیق، گوش کردن و اطاعت از کلام خداوند پی بردید؟ شاید در جواب بگویید، اما جان، این فرمان تحت شریعت داده شده و جزو الزامات عهد عتیق است. ما زیر فیض عهد جدید قرار داریم، مگر نه اینکه عیسی ما را از اسارت آزاد ساخته است. عیسی ما را از شریعت آزاد ساخته؟ اما همچنان به ما هشدار می‌دهد که با دقت کلام خدا را دنبال کنیم و خواندن کلام همچنان برایمان حیاتی است. به این فرمان عهد جدید گوش دهید. موسی فرموده است: خداوند خدای شما از میان برادرانتان پیامبری همانند من برای شما برخواهد انگیخت. به اوست که باید در هر آنچه به شما گوید گوش فرادهید. اعمال 3:22. بار دیگر می‌بینیم که به ما فرمان داده شده تا به هر آنچه، نه بعضی چیزها که عیسی می‌گوید، با دقت گوش فرادهیم. ببینید یعقوب رسول چه می‌گوید: اما آنکه به شریعت کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته، آن را از نظر دور نمی‌دارد و شنونده فراموش کار نیست، بلکه به جای آورنده است، او در عمل خیش خجسته خواهد بود. یعقوب 1:25. به علاوه به ما فرمان داده است که به یاری روح القدس که در ما ساکن است، آن امانت نیکو را که به تو سپرده شده پاس دار. دوم تیموتائوس 1:14. پس بر ماست که به آنچه شنیده ایم با دقت هرچه بیشتر توجه کنیم، مبادا از آن منحرف شویم. عبرانیان 2:1. وقتی انتخابمان آگاهانه است، به سادگی در زندگی سرگردان نمی شویم. این سرگردانی نتیجه ناآگاهی است. وقتی پسر بچه بودم، در رودخانه ماهیگیری می کردم. بعضی وقتها عجله و اشتیاق من باعث می شد طناب قایق را پیش از شروع ماهیگیری محکم نبندم. مشغول ماهیگیری می شدم و وقتی پس از 30 دقیقه به اطرافم نگاه می کردم، دیگر نمی توانستم ساحل رودخانه را پیدا کنم. من سهواً مسیرم را گم می کردم. هنگامی که ما آنچنان که شایسته و بایسته است به حقیقت توجهی نداریم، از آن منحرف می شویم. این امر زمانی رخ می دهد که با دقت کلام را نمی خوانیم و به آن گوش نمی دهیم، در آن تفکر نکرده و از آن اطاعت نمی کنیم. هر آنچه که مدتی بر آن متمرکز نباشیم، بالاخره محو خواهد شد. در نتیجه به سادگی منحرف می شویم و نفوذ مردم اطرافمان و صدای جامعه جایگزین اراده خدا می شوند. آن موقع است که ما آنچه را که بر طبق ارزیابی من خوب به نظر می رسد می پذیریم. در فصل پیش بر یک حقیقت مهم تأکید کردیم، اینکه هیچ چیزی خارج از اراده خدا برای ما خوب و نیکو نیست. آیا موافقید که خدا اراده اش را در کلامش مکشوف ساخته؟ اگر چنین است، اکنون زمان ساختن بنیاد و پی ساختمانمان است.